السلام علیکم. یون سروی کده که در افغانستان تقریبا هر سال 200 میلیون دلار روان میشه و این پیسه از طرف افغانان که در افغانستان بیرون برآمدن و آلی به همراه فامیلای خود کمک میکنن و الحمدلله ما کافی نهادهای خیریه در افغانستان داریم که در مختلف کنجای افغانستان در مختلف ولایت ها کار میکنن و الحمدلله و خداوند اینا رو زیاد همچنان کنه به خاطر که ما نیاز داریم. لیکن انتقاد ما سرزینا و سر خودم ایدارم که ای خو تقریبا 200 میلیون دلار به بنیاد وسترن یونین، منیگرام و بانک ترانسفر حساب شده. فکر کنین توسط حواله، توسط مردمی که دارک در افغانستان رفتن دادن، فکر میکنم تقریبا 500 میلیون دلار سال در افغانستان روان میشه. لیکن هر روز ما میبینیم زندگی مردم ما خراب شده میره، لیکن طرف جور شدن نیست. دلیلش چیست؟ دلیل عمدهش نیست که پیسه به غریبا نمیرسه. بدون شک این پیسه به غریبا میرسه. دلیل عمدهش است که پیسه در رای درست با امره منیجمنت درست مصرف نمیشه. این سرزی پیسه اکثر مردم آرد میخرن، روغن میخرن و به غریبا میدن، کدام 3 روز بعد اونها پس گشتن میباشن. یعنی سر پروژه مصرف نمیشه که دوامدار باشه و او پروژه بتونه که مردم از غربت بکشه تا در سال دیگه مردم سرپای خود ساخت شون. الحمدلله قمر زیادترین پروژه سان این توریست که مردم چطور بتونیم سر پای خود ساد کنیم. از این جمله ما یتیم خانه جور میکنیم، از این جمله ما یتیما داریم، الحمدلله همینطوری چه ها سیستم داریم، یعنی پروژه ما کافی زیاد است. قمر کر داریم، بلد دونیشن، یعنی مختلف پروژه داریم. لیکن ما در این بخش همچنان ملامت هستیم به خاطر که در زمستان 2020 ما تقریبا 79,000 دلار کمک کرده بودیم و در رمضان ای سال این مقدار تقریبا 1,73,000 بود، 79,000 بود. فکر کو که 2,00,000 روپا که ما دادیم به غریبا، نان برشان دادیم، کمک ها دادیم، فکر نمیکنه شفخانه جور میشد، فکر نمیکنه کلینیک جور میشد و مردم، یک فابریکا جور میشد، یک چیز دیگه جور میشد. به می خاطر فیصله جدی ما ممبر تیم همچنان مشوره کردیم مثلا ایست که بعد از این فقط 10% سالانه فند با کمک های خوراکی میره و دیگه کل فند باید بره با کمک های که دوامدار است. به می خاطر الحمدلله ما تانیسیم در مختلف ولایت ها به همراه والیا رو سفیدا بشینیم تا بتونیم با زونا زمین بگیریم بر شفاخانه و کلینیک جور کنیم. ما خواهش میکنم از کل نهادهای خیریه اگه اونا بتونن هر مقدار فند که دارن سر پروژه مصرف کنن که اونا دوامدار باشن و همچنین از مردم خواهش میکنم که اون نهادها را سپورت کنن که سر پروژه کار میکنن که پروژهشون دوامدار است. انشاءالله ما میخوایم از شما بشنوم نظر شما چیست که قمر باید سر کدام پروژه کار کنه. ما همچنان تلاش داریم که یک فابریکا هم جور کنیم تا مردم بتونن اونجا کار بکنن، به خود حلال رزق پیدا کنن و انشاءالله آینده و فابریکا همچنان کدام امکانات که داره یا کدام فایده پیدا خواهد کرد او پس به غریبا بره. چی فکر میکنید کدام بخش به فابریکا باید جور شوه و همچنان عمومی نظرات خود چیست که در کدام بخش ما باید کار کنیم که او دوامدار مردم کمک کنه. ما مثلا چی پلان داریم؟ براتون گفتم میتونیم سیستم های سولاری آب میخوایم جور کنیم، همچنان زراعتی کمک ها باید شوه. سکالاشیپ داریم، الحمدلله مالزی هم مردم روان شد، در افغانستان هم سکالاشیپ داده شد. یتیما داریم، تقریبا 200-250 زیاد یتیما داریم. ما یتیم خانه جور میکنیم. بعد از این بخیر پلان در شفاخانه و موبایل کلینیک است، لیکن بدون زی ما میخوایم از شما بشنوم. در کامنت حتما نظرتون شریک کنین تا بتونیم ان شاء الله یک جای کار کنیم. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.